سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. این روزها مسئله انتخابات از مهمترین مسائلیه که توجه ها رو به خودش جلب کرده. خیلی ها نگاهشون به این هست ببینن کاندیداها چه میگوین، دربارهشون چیا گفته میشه. همه اینها رو این چند روزه میخوایم با هم بررسی کنیم، مستنداتشون، حرفاشون، هر نکته‌ای که گفتن رو میخوایم مرور بکنیم، یه دور کنار هم بذاریم ببینیم چه حرفایی زده شده است، شاید به ما کمک بکنه که قضاوت بهتری درباره آن چیزی که قرار هست براش تصمیم بگیریم داشته باشیم. میخوایم بریم بخشی از صحبت‌های کاندیداها رو درباره بانوان با هم مرور بکنیم. من سعی کردم که از مناظره‌های مختلف صحبت‌هایی رو برای شما بیارم در این برنامه و البته سراغ میزگردها و نکات دیگری از کاندیداها خواهیم رفت. این از چه جهت مهمه؟ این به ما کمک می‌کنه کاندیداها رو به دور از اون چیزایی که در کانال‌های تلگرامیشون میگن، صفحات هواداریشون میگن، این و اون اطرافمون هی میگن فقط فلانی خوبه. نه، فارغ از همه اینها به ما کمک میکنه یه دور مرورشون بکنیم. این از همه چیز مهمتره. بشنویم، برمیگردیم درباره هر کدام نکاتی دارم ارسال کرد. متاسفانه الان دیگران دارن کعبه آمال جوانان و زنان ما رو در هالیوود، بالیوود، BTS، نتفلیکس تعیین میکنند. چه فکر میکنیم؟ برنامه در نظر نداریم؟ سبک زندگی اونها باید تعیین کنند و مخاطرات وحشتناکی بر جامعه ما، جوانان ما و زنان ما تحمیل کنند؟ فرهنگ زبان عقلانیت، زبان عاطفه، زبان لطافت است و زبان رضایت و انتخاب، اما عده‌ای جای زبان اعتماد رو و رضایت رو اشتباه گرفتند با زبان تهدید، زبان باتوم. اگر زبان فرهنگ خودشو با زبان باتوم عوض بکنه، جوابش فحش، ناسزاست، درشتگوییه. خیلی خوب، بخشی از این صحبت‌ها رو شنیدیم. بله، من یه نکته بگم. تک تک این کاندیداها که صحبت کردن، چه در حوزه زنان، چه در حوزه فیلترینگ، چه در حوزه‌های دیگر، از یه بابت من خیلی خوشحال شدم و اون هم این بود که احساس کردم که این شیشتایی که اینجا نشستن مسئله رو درست فهمیدن. حالا هر کدوم از یه زاویه نگاه میکنن، یکی مثلا بخشایی رو پررنگتر میبینه، یکی کمرنگتر، ولی کلیت ماجرا نشون میده که اینا مسئله رو درست فهمیدن. مصالحی اینجا هست، اینا میدونن باید باش چیزی ساخته بشه. این تبدیله رو یه خورده انگار ما مشکل داریم. البته درباره آقای پور محمدی این رو هم اضافه کنم، اینجایی که تاکید کرد، گفت اگر مثلا در مسئله فرهنگ بخواد باتوم اضافه بشه و حرفایی از این دست، مشخص بود این تلاشی هست از سوی آقای پور محمدی که بهره برداری بکنه در مسئله، در مناظره فرهنگی، از ماجرای به اصطلاح خودمون پلیس و گشت ارشاد و حجاب و داستان‌های این شکلی. نتونست آقای پزشکیان هم خیلی نتونست تو این قضیه موفق باشه، به خاطر اینکه اگه خیلی می‌خواستن روش تهاجمی برن جلو، اون وقت کاندیداهایی بودن اینا سوالاتی رو میپرسیدن تحت این عنوان که کدوم دولت‌ها پایه‌گذار این داستانا بودن، یا رفقای کیا ابتدای 57 از این حرکت‌ها می‌کردن، اینا رو باب می‌کردن. اینجا طرفین دوچار چالش می‌شدن، اینکه خیلی نتونستن از این مناظره فرهنگی درست استفاده بکنن. این دوتا کاندیدایی که نزدیک هستن به جریان اصلاحات و جریان اعتدالگرا، بخشش به خاطر همین بود. ادامه صحبت‌های آقای پور محمدی رو بشنویم، برمیگردیم نکاتم رو. من آنچنان که برادر شهید و عزیزم قاسم سلیمانی گفت، اینها دختران و پسران فرزندان ما هستند. من پور محمدی که در دوره ناچار بودم، در سخت‌ترین مسئولیت‌های خشن و تلخ، اشد و علی الکفار باشم، جاهد الکفار و المنافقین باشم، همان روز امروز میگویم که بر جوانان، زنان و دخترانمون رحما باشیم. خیلی خوب، بخشی از این صحبتش این، بله همونطور که عرض کردم تمرکز بر همینه، روی این بحث بره جلو که به اصطلاح خودمون سعی کنه به رفتارهایی بپردازد به جهت اینکه آرایی رو با خودش همراه کنه. میتونه همچین چیزی رو رقم بزنه؟ من روزهای اول به شما میگفتم ممکنه آقای پور محمدی بتونه شگفتی ساز باشه، ولی الان تصورم این هست که نه، اصلا همچین اتفاقی برای آقای پور محمدی نمیفته. حالا یه نکته رو دقت بکنید، مثلا یکی توی مثلا چارچوب علیرضا زاکانی اگر رأی هم نیاره، که این حرفا اگر به بدنه رأیش اضافه نکنه، ولی اگر بتونه مثلا بدنه رأی پزشکیان رو تضعیف بکنه هم براش خوبه. پور محمدی همچین استفاده‌ای هم به نظر من نتونست از صحبت‌های خودش، یعنی
گفتن نکاتی با اهدافی خاص که به چیزایی برسه توی مناظره، همچین چیزی رو نتونست محقق بکنه. این نگاه من هست. حالا تو مناظرهای بعدی ممکنه نگاه من عوض بشه. ببینیم، برگردیم نکاتی داریم، صحبت‌های سعید جلیلی برمیگردیم. من تو اینجا باید روش تأکید کرد اینه که نباید اجازه داد نقش پرشکوه زنان ایران در عرصه‌های مختلف سانسور بشه. زن همه زنان ایران هست. درباره اهمیت زن، جایگاهش در پیشرفت کشور، جهش کشور، اینها در قسمت اول صحبت کردم. اینجا بحث من اینه که وظیفه دولت چیست، رئیس جمهور چه نقشی حالا باید ایفا کنه. این رو میخوام یکم توضیح بدم. ببینید، اگر ما صحبت میکنیم که زن همه زنان ایران هستند، این رو باید تعریف داشته باشیم. ما زنان خانه‌دار رو نگاه کنیم، نقششون رو چرا دیده نمیشوند؟ من از اون طرف بیان کنم. اگر این نتیجه‌ای که امروز حاصل تلاش زنان خانه‌دار ماست، یعنی با تربیت صحیح فرزند، محیط امن برای خانواده، یک آرامش در محیط خانواده باعث شدن که فرزندانی تربیت کنند، جوانان و نوجوانانی رو به جامعه تقدیم کنند که از یک سو موجب پیشرفت، بالندگی و موفقیت‌های کشور هستند و از سوی دیگر مانع آسیب‌های اجتماعی شدند، مثل خدای نکرده اعتیاد، خودکشی، افسردگی و خیلی چیزها. اینا مرهون چیست؟ مرهون یه ایفاء نقش پرشکوه که زنان در خانه انجام دادن. من عرضم اینه، اگر این نتیجه رو دولت میخواست با کارمندان خودش انجام بده، چقدر باید کارمند استخدام میکرد تا بتونه یه همچین نتایج بزرگ در این سطح گسترده ای رو به دست بیاره؟ یه فرصت بزرگ بودن انجام شده. خیلی خب، بخشی از صحبت‌های سعید جلیلی رو شنیدیم و سعید جلیلی هم همونطور که برداشت میشد در مناظره اول و دوم هم از ایشان دیدیم، سعی کرد به اون نقاط مثبتی که کمتر بعضی از کاندیداها روش مانور میدن و البته وجود داره در جامعه ما به عنوان حقیقت هست، برخی سعی میکنن که انکارش بکنن، اشاره بکنه و بعد سعی کرد در ادامه ماجرا به برنامه‌های خودش اشاره بکنه. این عمده چیزی هست که ما همواره از سعید جلیلی در مناظرات دیدیم و البته خیلی هم کمتر سعی کرد وارد تنش‌ها بشه. حرکت ارزشمندیه که به اصطلاح خودمون در ایشان خودش رو به خوبی بروز داد. بریم صحبت‌های محمد باقر قالیباف رو بشنویم، برمیگرد نکاتم رو. از من در شهرداری تهران بودم، مرکز مداخله برای زنان، اگه زن در خونه مشکلی پیدا کرد، یه مرد ناجوان مردی پیدا شد، او رو از خونه انداخت بیرون، شب کجا بره؟ من مرکز مداخله رو درست کرده بودم، با یک تلفن شب می آمد اونجا با آسایش، بعد کارش دنبال می کردیم که دچار عارضه بعدی نشه. ما شهدخت درست کردیم برای دخترها، ما شهربانو رو درست کردیم برای اوقات فراغت زنان، ما مهد کودک درست کردیم در همه محلات که زنها که همه کار خانه رو انجام میدن باید بچه رو بود نگهدارن، حداقل 2 ساعت بچه شو بزنن تو مهد کودک، بتونن برن به خودشون برسن، یه استراحتی داشته باشن. ورزش رو برای زنان، ما مردا همه میریم صبح جمعه کوه بریم، استرخ بریم، ما استرخ ها رو درست کردیم، 2 تا استرخ کنار هم که زن با دخترش با یک ماشین بیان برن استرخ ورزش. پارکایی رو درست کردیم خاص بانوان در شهر و در واقع شهر رو با نگاه زنانه مدیریتش کردیم، نه با یک نگاه مردانه و مردسالار شهر رو درست کنیم. ما زنان سرپرست خانوار پدر خونه هستن، شوهر همسر خونه هستن، مسئول اقتصاد هستن. ما زنان سرپرست خانوار رو به شدت در حوزه اقتصاد، توانمندسازی، مراکز، بیش از 120 مرکز کوثر برای اینا درست شده. امروز بعد اینا در تولید هر کدوم بیش از 200 کارگر امروز دارن، یه بخشی از کارآفرین شدن، کار انجام میشه. ما زن رو در پلیس به گونه‌ای رفتار کردیم که در سلسله مراتب فرماندهی درجه گرفت، مسلط شد و درجه در حقیقت نظامی گرفت در اونجا. در این کار لذا من میخوام خیلی خوب، بخشی از صحبت‌های محمد باقر قالیباف رو شنیدیم. همچنان همونطور که خدمت شما عرض کردم، اون چیزی که از سوی قالیباف دیده میشه، یعنی من برداشتم اینه که عمده کمپین انتخاباتی قالیباف خودش رو حول این شکل داده که انجام داده این پس انجام میدهیم. اینجا هم سعی کرد توضیح بده که مثلا در شهرداری مواردی بوده، در پلیس مواردی بوده و داستانهای از این است. این روایتی بود که سعی کرد داده بده. البته من اینم خدمت شما عرض بکنم، دیگر کاندیداها هم تا حدودی سعی کردن
نوع نگاهشون به مسئله این شکلی باشه، یعنی انجام داده این پس انجام میدهیم رو داشته باشن، از جمله زاکانی و قاضی زاده هاشمی. البته مصطفی پور محمدی و پزشکیان کمتر تونستن از این مسئله استفاده کنن. پزشکیان در ماجرای ساخت خانه های بهداشت خوب روی این کار کرد که یادم هست توی مناظره اقتصادی فکر میکنم یه جایی زاکانی بود که استناد کرد به پزشکیان، گفت این قسمت به این شکل به نظر میرسه و اون هم تایید کرد. این ماجرایی هست که عمدتاً تلاش کردن روش جلو بیان، ولی کمپین تبلیغاتی محمد باقر قالیباف تا اینجایی که من فهمیدم بیشتر از همه داره روی این مسئله که انجام دادم پس انجام میده هم کار میکنه. بریم صحبتای زاکانی رو با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم. ما دو بسته خاص رو، یکی ناظر به سبک زندگی و پاسخ معتبر به نیاز مردم رو و دیگری هم ناظر به پیشرفت و آبادانی کشور رو تو دستور کار گذاشتیم. در بخش اول که سبک زندگی و پاسخ معتبر به نیاز مردم هست، سه بخش داره. یکی رفاه هست که ناظر به حوزه یارانه ها و توزیع عادلانه اونها، معیشت ناظر به مسکن، اشتغال و سلامت و سایر امور. تا اینا رو ما حل نکنیم خیلی جاها گیر اینجاست، نه حرفای شعاری و اینها نزنیم. نکته دوم سرفصل تعلیم و تربیت هست و ناظر به ازدیاد جمعیت بر محوریت خانواده. اینجا هم تکلیف ما معلومه که باید چه کارهای اساسی رو ما انجام بدیم و دنبال بکنیم که زن در کنار همسری و مادری بتونه پیشتازی عرصه اجتماعی رو داشته باشه. این اون دغدغه است که رهبر معظم انقلاب از دولت خواستن و دولت مکلفه که این مسیر رو بره. خانواده یک من زندگی در زندگی خودم بخش از صحبت آقای زاکانی رو هم با هم دیگه شنیدیم. آقای زاکانی هم خیلی سعی کرد بپردازه به مواردی که در شهرداری پیرامونش فعالیتی انجام داده و سعی کرد در ادامه هم اشاره بکنه با آنچه که در زندگی داره. یه جای خیلی جالب بود، چون اشاره های قالیباف به گزارشکار گذشته زیاد شد، زاکانی به این اشاره کرد که ما توی شهرداری فلان فعالیتی که در خصوص زنان قالیباف انجام داده بود رو ضریب دادیم، سعی کردیم این دوره افزایشش بدیم و این رو این پیشرفتی که در شهر تهران برای این حوزه ها انجام دادن رو سعی کرد برجستش به اصطلاح خودمون برجسته بکنه. اینم داخل پرانتز بگم همه این اتفاقا هست، اما سوال اصلی اینجاست پس چرا ما همچنان چالش هایی داریم؟ به خاطر اینکه حتما کافی نبوده است. من این جمله رو باید اضافه میکنم. بریم صحبت های آقای مسعود پزشکیان با هم بشنویم و برمیگردیم. من زندگی در زندگی خودم با همسرم که بودیم، بالاخره الان 32 سال بعد که الان همسرمون از دست دادیم، 4 تا بچه داشتیم. در زندگی همون درس میخوند، هم من درس میخوندم. شب یه روز من کشیک، اون کشیک میداد، من بچه ها رو نگه میداشتم. یه روز من کشیک میدادم، اون بچه ها رو نگه میداشت. با هم اومدیم بالا و با هم میتونستیم کارامون انجام بدیم. از اول این نگاه بود. وقتی که آدم در خیابانها و یا در برخوردهایی که با دختران و زنان اتفاق میفته و میبینه، و وقتی هم آدم اعتراض میکنه، تازه گاهن یه پرونده هایی هم بر آدم درست میکنند، واقعیت قضیه این هست که این بچه ها و این دختر ها و این خانم ها رو ما تربیت کردیم، بیگانگان که تربیت نکردن. به جای اینکه خودمون رو نقد کنیم که چرا این اتفاق افتاده، خب در بیرون برخوردهایی با که دخترهای مردم میکنیم که وقتی آدم نگاه میکنه اصلا نمیتونه بپذیره که یه چنین برخوردی میتونه مشکل رو حل کنه. خیلی خب، صحبت های مسعود پزشکیان رو هم شنیدیم. مسعود پزشکیان بیشتر تلاش میکنه روی همون بحث انتقادی بره جلو و البته به نوعی که تداعیگر مسائلی بشود، از جمله مسائل اجتماعی که بدنه رأیش و کسانی که از اونها رأی میخوان نسبت بهش یک گاردی و یک واکنشی داشته باشن. هرچند اینکه بتونه موفق باشه با بیان این حرفمون آرا رو بیدار بکنه یا نه من نمیدونم، ولی توی مناظرات میتونم بگم موفق نبوده. توی این بویش مناظره فرهنگی، اصلا مناظره مسعود پزشکیان بود. من یادم زمانی که انتخابات شروع شد و پزشکیان تایید صلاحیت شده بهش گفتن مناظره رو حواست باشه، گفت اون که خیالم راحته. و وقتی گفت من خیالم راحته، من میدونستم خیالش راحته، چون بالاخره شخصیت مسعود پزشکیان رو تا حدودی میشناسم و اثر نظر زیاد ازش دیدم، ولی مناظره فرهنگی رو آنگونه که باید نتونست درست استفاده کنه. صحبت های قاضی زاده هاشمی رو با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم. ما یک کمی از زمان عقبیم، حرفایی میشنویم که شاید 20 سال پیش 30 سال پیش
موضوع بحث جامعه بود. بانوان ما از ما عبور کردند. قدرت اصلی امروز در جامعه ما زنان هستند. مفهوم وومن پاوریتی رو حالا اگه دوستان بهش بپردازن، قدرت زنانه. مدیران اصلی جامعه ما، اهم از زن خانه‌دار ما یا غیر خانه‌دار ما، بانوان هستند. حرفشون با ما اینه که تبعیض علیه زنان و معنی محدود بودن زیر ساختا، امکانات، فرصت‌های شغلی علیهشون برداشته بشه. به مدد انقلاب اسلامی الان بیش از 93.4% زنان ما باسوادن، نیمی از اونها سواد دانشگاهی دارن، اما نرخ بیکاری زنان ما 56%. چرا؟ چون مشاغل ما مردانه طراحی شده. باز هم حرفایی که اینجا میشنویم مردسالارانه است، انگار بانوان ما منتظرن ما بریم مسائلشون حل کنیم. حل شده است. میگن آقا شما اجازه رشد به ما بدید تو تحصیلات دانشگاهی، چون مدرسه و رفتن دانشگاه ببینید دخترای ما از پسرای ما میزنن جلو. در هر آزمون استخدامی شما نگاه کنید وقتی برگزار میشه، فرصت برابره، خانمای ما میزنن جلو. میگن آقا محدودیت ایجاد نکنید. الان 3.5 میلیون نفر ما ورزشکار داریم، 40%ش بانوان ما هستن. چقدر از امکانات ورزشی ما مختص بانوان هست؟ شهید رئیسی عزیز ما رفتن سواحل آزاد کردن. چرا ما یک محدوده‌های خاص نباید درست کنیم که بانوی ما ورزش آبی بتونه انجام بده، جت اسکی انجام بده؟ با کمک سرمایه گذاران تمام محیط‌های ورزشی ما، محیط‌های تفریحی ما به 3 بخش باید تقسیم بشه: محیط‌های مردانه، زنانه و خانوادگی. این خیلی خوب. بخش از صحبت‌های قاضی‌زاده هاشمی شد. من نظرسنجی مختلف رو نگاه می‌کردم بعد از مناظره سوم. علیرضای ببخشید سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، مصطفی پورمحمدی، مسعود پزشکیان روش داشته آرایشون. البته این فقط به مناظره بر نمیگرده، اصلا بعضی شاید مناظره رو ندیده باشن. حالا به خاطر فضایی که هست، تولیدات رسانه‌ای مختلف و حرفای از این دست، این اتفاق رخ داده. ولی خب رشد رأی قاضی‌زاده هاشمی از بقیه خیلی بیشتر بوده، یعنی موفق شده از 3.4% خودش رو به 4.6% برسه که رشد قابل ملاحظه‌ای بوده. بیشتر سعی کرده در نقش من مدافع شهید رئیسی هستم و میخوام ادامه دهنده راه او باشم وارد بشه و روی این بدنه رأی حساب کرده که در صحبت ایشان هم قابل مشاهده است. طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. مسئله مهمی که میخوام خدمت شما در انتهای این برنامه عرض بکنم این هست که در هفته تبلیغات هستیم. هفته تبلیغات برای ما به عنوان یک رسانه مستقل بسیار مهمه. پس درخواستم از دوستانم این هست که حتما از ما حمایت داشته باشید، ولو یک ریال از ما حمایت بکنید، یاریگر ما باشید که ما بتونیم با حمایت‌های شما به یاری حضرت الله کار خودمون رو پیش ببریم. اگر اجرامون، فعالیتمون، محتوامون مورد پسنده، حتما از تیم ما از طریق این بنر حمایت بکنید. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.